سلام به روی ماهتون. زعفران یکی از ادویه‌های محبوب ما ایرانی‌ها بوده و هست. همچنین یکی از محبوب‌ترین سوغاتی برای توریست‌هایی که به ایران سفر می‌کنن. اما علت حضور پررنگ این ادویه تو غذاها و دسرهای ایرانی چی می‌تونه باشه؟ زعفران فقط به خاطر طعم و رنگ زیبایی که داره معروف نیست. زعفران خواص و مزایای مختلفی برای بدن ما داره که اون رو تبدیل به یک گیاه بسیار مفید کرده. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید تا با خواص طلای سرخ بیشتر آشنا بشیم. شماره 1. سرشار از آنتی اکسیدان. رادیکال های آزاد موادی هستند که روزانه در بدن ما در اثر واکنش به عوامل محیطی مثل آلودگی هوا آزاد میشن. مقدار زیاد رادیکال های آزاد در بدن میتونه اثرات مخربی داشته باشه و باعث افزایش ریسک بیماری های مثل سرطان بشه. در مقابل آنتی اکسیدان ها ترکیب های شیمیایی و گیاهی هستند که در بدن ما میتونن اثر موادی مثل رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو رو خنثا بکنن که زعفران سرشار از آنتی اکسیدان هاست. شماره 2. مفید برای کودکان. زعفران با خواصی که داره برای تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان و تقویت روحیشون مفیده. علاوه بر این، خواص زعفران برای کودکانی که مشکلات گوارشی دارن میتونه کمک کننده باشه. از طرفی، زعفران باعث افزایش جذب کلسیم در بدن میشه. پس بهتره که زعفران رو با شیر قاطی بکنید و به کودکتون بدید تا به رشد استخوان‌هاشون کمک بکنه. شماره 3. مفید برای چشم. خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی زعفران میتونه به سلامت چشم کمک و پیشرفت بیماری تباهی لکه زرد رو کنتر بکنه. همچنین تحقیقات انجام شده در مورد فواید زعفران برای چشم نشون داده که مصرف کوتاه مدت زعفران میتونه باعث تقویت بینایی فرد بشه. قبل از اینکه بریم برای ادامه ویدیو، اگه از مطالبی که در اختیارتون گذاشتیم خوشتون اومده و دوست دارید ویدیوهای بیشتری در این باره ببینید، علاوه بر لایک کردن روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا از ویدیوهای جدید جا نمونید. شماره 4. ضد التهاب. روماتیسم به مجموعی از بیماری ها گفته میشه که این بیماری ها باعث ایجاد دردهای مزمن در مفاصل بدن میشن. در افرادی که بیماری روماتیسمی دارن، علائمی مثل افسردگی و اضطراب بینشون رایجه و التهاب مزمن در بدن این افراد باعث افزایش چنین علائمی میشه. در اینجاست که خواص زعفران برای روماتیسم به کمک ما میاد. زعفران یک عامل ضد التهابیه و میتونه به کاهش درد و التهاب مفصل کمک کنه. شماره 5. مفید برای ریه. زعفران میتونه مخاطی که در گلو و ریه های ما وجود داره رو شل بکنه و اونا رو به تدریج از گلو و ریه خارج بکنه. این اتفاق برای بدن بسیار مفیده چون که به کاهش سرفه و سرماخوردگی کمک میکنه و میتونه از تنگ شدن مجراهای تنفسی جلوگیری بکنه. شماره 6. مفید برای فشار خون. با خوردن زعفران میزان کلسترول بدن کاهش پیدا میکنه و برای همین رگهای خونی مسدود نمیشن. این مسئله باعث میشه که خون جریان بیشتری در رگهای خونی داشته باشه. به طور کلی این مسئله به فشار خون کمک میکنه. در آخر اینکه اگه به دنبال معجونی میگردید که گرفتگی رگهای بدن رو رفع بکنه، این ویدیو مخصوص شماست.